حدود یه هفته است که عرضه شده و با پشتیبانی خیلی زیادی از کاربران ویندوز شده. شده بپردازیم. توی تریلر یا همون تیزر تمام توضیحات و قابلیت جدید ویندوز نشون داده شد، ولی من میخوام توی اینجا به صورت کامل توضیحش بدم. اولین بخشی که میریم سراغش تغییر لوگوی خود ویندوزه که از لوگوی کچ به صاف در اومده و یه طراحی خیلی زیبا و مدرنی داره نسبت به ویندوز 10 و طراحی شده تقریبا مثل همون لوگوی خود مایکروسافت و همین دیگه. خلاصه بگم یه طراحی مدرن و زیباتری پیدا کرده. نوار منو یا همون تاسک بار و استارت منو که یه تغییر بسیار خوبی کرده، اینکه از چپ ما روی لوگوی ویندوز قبلا کلیک میکردیم ولی الان اومده وسط تاسک بار و استارت منو از به تاسک بار دیگه وصل نیست و جدا شده و خیلی طراحی بهتر و زیباتری به خودش گرفت. البته شما میتونید دوباره به همون حالت چپ برگردونید ویندوزتون، ولی هنوز استارت منو از تاسک بار جدا شده و همون به نظرم خیلی طراحی شیکتری داره که همون وسط باشه. میریم با سراغ قابلیت جدید ویندوز، اینکه شما میتونید مولتی تاسکینگ بهتری بکنید. چند تا برنامه رو توی صفحتون به صورت منظم بچینید و خودتون اگه یه برنامه رو انتخاب بکنید بقیه به صورت اتوماتیک چیده میشه که یه امکان خیلی جذاب دیگه شه. امکان بعدی بسیار باحالی که توی ویندوز
11 اضافه شده و باعث شده که کاربران از ویندوز 10 مهاجرت بکنن به ویندوز 11. پشتیبانی از برنامه های اندرویدیه که شما میتونید برنامه های اندرویدی مثل اینستاگرام، تیک تاک، دیگه واتساپ، تلگرام و هر برنامه‌ای که روی اندروید هست و بریزید روش. البته میتونید از مایکروسافت استور خود کامپیوتر هم استفاده کنید و فکر کنم به صورت رایگان بشه این امکانات رو استفاده کرد. آیکون های جدید، تم های جدید و پس زمینه های جدید که توی ویندوز 11 اضافه شده و بسیار زیباه و باعث شده که کل ویندوز تغییر پیدا بکنه. ما از ویندوز ویستا تا ویندوز 10 هیچ لوگوی توی کنترل پنل عوض نشده بود، ولی الان عوض شده و همه چیز طراحی جدیدی به خودش گرفته و همه لوگوها از لوگوی دانلود گرفته تا لوگوی خود ویندوز تغییر پیدا کرده و شیک و مدرن شده. یه چیز دیگرش حذف کورتانا یا همون دستیار صوتی مایکروسافت از تسکباره. البته به صورت کامل این برنامه حذف نشده و شما میتونید توی قسمت سرچ ویندوز عبارت کورتانا رو سرچ بکنید میاد و میتونید ازش استفاده بکنید. به صورت کامل حذف نشده، فقط از بخش تسکبار حذف شده. خب امیدوارم که این ویدیو کاربردیش بوده باشه و اگر شما قصد نصب ویندوز رو دارید، سیستم مورد نیازش الان اومده روی صفحه، میتونید بخونید ببینید آیا سیستم مورد نیازش رو دارید برای این نصب یا نه. امیدوارم که این ویدیو کاربردی بوده باشه و ازش خوشتون بیاد. اگر این ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو بزنید به من کلی انرژی دارید و توی اینستاگرام فالو بکنید. مرسی از همراهیتون تا انتهای ویدیو. امیدوارم که ویدیو کاربردی بوده باشه. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.